برای اهالی روستای آرزو آب آشامیدنی سالها آرزو بود تا اینکه پای یک نیکوکار جوان به روستا باز شد. پدر اومدن و گفتن که یه روستایی هست توی اونجا، توی محدوده نزدیک به ابوالعباس، من زادگاه هم ابوالعباس هستش. گفتم که اسم روستا چیه؟ گفت به زبان محلی آرزو، به زبان ادبیات فارسی آرزو. روستای آرزو هم خودش و هم بچه هاش و هم صحرا و بیابونش داره صدات میکنه. روستای محروم آرزو با بیش از 50 خانوار در 30 کیلومتری شهر باغملک قرار دارد. ما آب نداشتیم. ما هفته یه بار تانکری آب می آورد، یا جیر بی اومد یا نیومد. دیز به روستا هم آب نی رسید. خانم مریم بیکپور نیکوکار به همراه جهادگران دست به کار می شوند و آب را از چشمه های بالا دست روستا و از دل کوه های اطراف به وسیله لوله کشی به خانه های مردم می رسانند. در حال به وقوع پیوستن اتفاق بسیار مهمی هستیم که توسط گروه های جهادی و به پشتیبانی خیرین عزیز و همچنین مؤسسه سامن الحجج داره اتفاق می افته. برآورده هزینه ایشون روز اول 1,200,000,000 تومان بود. بالای پشت این کوها حدود 12 رشته چشمه هستش و این کار رو رسوندیم به امروز که تقریبا افتتاحیه این کار بودش و الان الحمدلله روستا آب داره. با توجه به سختی این کار و لوله کشی در کوهستان، یک فروند هلیکوپتر هم برای کمک به منطقه اعزام شد. نتیجه سه ماه داری پروژه ایم. یکی از سخت‌ترین اردوی جهادی بوده که بنده در طی این 10 سال تجربه داشتم. 12 کیلومتر لوله برامون کشیدن، آب از پشت کوه برامون آوردن. خیلی ممنونیم از شما، واقعا زحمت کشیدن. کار بسیار بزرگی کردند. به نتیجه این اقدام پسندیده و همکاری همه جانبه برآورده شدن آرزوی دیرینه اهالی روستای آرزو شد. همزمان با آبرسانی مدرسه روستا هم به سازی شد و لبخند رضایت بر لبان کودکان روستای آرزو نشست. محمد باقر یوسفی پر، خبرگزاری صدا و سیما، روستای آرزو از توابع شهرستان باغملک.